یادداشت‌های شخصی یک سرباز، نوشته جی دی سلینجر، ترجمه علی شیعه علی، خوانش مهدی محجوب. در حالی که یک کت و شلوار گواردین پوشیده بود، داخل اتاق امرسانی من شد. او با این سن آن سالها را گذرانده بود. سالهایی که مردان آمریکایی حال خانه‌شان را تبدیل به سالن سخنرانی برای همسرانشان کرده بودند. همسرانی که هفته‌ای دو بار به سالن ورزش می‌رفتند و در حین سخنرانی شوهرانشان می‌گفتند: خیلی خوبه عزیزم. میشه لطفاً از زیر سیگاری استفاده کنی؟ اونو برای همین کار ساختن. لبه‌های کت او از هم باز بود و می‌توانستی یک ترکیب عالی از عضلات برجسته و ساخته شده را ببینی. یقه پیراهنش از عرق خیس شده و خودش از نفس افتاده بود. با کاغذهایش به من نزدیک شد و آنها را روی میزم گذاشت. گفت: یه نگاه به اینا میندازی؟ به او گفتم: من افسر سربازگیری نیستم. گفت: اوه، و شروع کرد به برداشتن کاغذهایش. اما من آنها را از او گرفتم و نگاهی انداختم. گفتم: میدونی اینجا اتاق سربازگیری نیست؟ میدونم، ولی اینم میدونم که الان توی این پاسگاه سربازگیری میشه. با سر گفته او را تصدیق کردم و گفتم: اینو میدونی که اگه توی این پاسگاه وارد نظام بشی، ممکنه همینجا آموزش پایه رو ببینی. اینجا پیاده نظامه. ما زیاد به روز نیستیم، زیاد راه میریم. وضع پاهات چطوره؟ عالی. گفتم: انگار از نفس افتادی. اما وضع پاهام عالیه. حالم دوباره سر جاش میاد. سیگار رو ترک کردم. کاغذهای درخواستش رو برق زدم. کروبان یکم صندلیش رو برگردان تا بهتر ببینم. با آن مرد لالر گفتم: مثل اینکه یک سرکارگر فنی توی یه صنعت کلیدی جنگ هستی. تا حالا به این فکر نکردی که مردی به سن تو بهترین خدمتی که میتونه به کشورش بکنه اینه که بچسبه به کار خودش؟ لالر گفت: یه مرد جوان باهوش با حافظه عالی و بدن ملکه رو آوردن که جامو بگیره. در حالی که یک سیگار روشن میکردم گفتم: کسی که جای تو رو گرفته چند سال طول میکشه تا مهارت و تجربه تو رو به دست بیاره. لالر گفت: منم قبلا همینطور فکر میکردم. کروهبان یکم نگاهی به هم کرد و به علامت تعجب ابروی خاکستریش رو بالا انداخت. به لالر گفتم: تو ازدواج کردی و دوتا پسر داری. زن در مورد رفتنت به جنگ چه احساسی داره؟ لالر گفت: خیلی خوشحاله. شما نمیشناسیشون؟ تمام زنها آرزو دارن که شوهراشون برن جنگ. لبخندی غیرعادی زد و ادامه داد: بله، دوتا پسر دارم. یکیشون توی ارتش و اون یکی توی نیروی دریایی بود تا اینکه یکی از دستاشو توی پرل هاربر از دست داد. از اینکه وقتتون رو گرفتم معذرت میخوام. گروهبان، میشه بهم بگید دفتر سربازگیری کجاست؟ گروهبان اولمستد به او پاسخی نداد. من کاغذهای لالر را روی میز انداختم. آنها را برداشت و منتظر ماند. گفتم: آخر خیابون کارخونه بپیچ به چپ، اولین ساختمون دست راست. لالر با حالتی کنایه‌آمیز گفت: ممنون، ببخشید که عذرتون کردم. اتاق را در حالی که پشت گردنش را با یک دستمال جیبی پاک می‌کرد ترک کرد. فکر نمی‌کنم بیشتر از 5 دقیقه از رفتنش گذشته بود که تلفن زنگ زد. زنش بود. برایش توضیح دادم که مأمور سربازگیری نیستم و نمی‌توانم کاری برایش انجام بدهم. اگر او بخواهد به ارتش بپیوندند و روحاً، جسماً، عقلاً سالم باشد، آن وقت مأمور جذب نیرو هم کاری نمیتواند انجام بدهد جز اینکه برایش مراسم تحلیف برگزار کند. گفتم: این امکان هست که او نتواند در تست بدنی قبول شود. مدت زیادی با خانم لالر صحبت کردم، هرچند که این به هیچ وجه یک تلفن کاری نبود. او شیرین ترین صدایی که تا به حال شنیده بودم را داشت. با این همه به نظر میرسید که اکثر عمرش را صرف این کرده که به پسرهای کوچک بگوید کجا میتوانن بیسکویت ها را پیدا کنند. میخواستم به او بگویم دیگر به هم تلفن نزند، اما نتوانستم با آن صدا اینقدر نامهربان باشم. هیچ وقت نتوانستم. بالاخره مجبور شدم قطع کنم.
گروهبان یکم آماده بود تا یک سخنرانی کوتاه درباره اهمیت برخورد جدی با خانم‌ها ضعیفه‌ها داشته باشد. در تمام مدت دوران آموزش اولیه لالر چشم از او بر نداشتم. هیچ مرحله قابل ذکری در ارتش نبود که او را از میدان بدر کند و یا حتی مدتی کنار بگذارد. از طرفی سخت‌ترین تمرینات نظامی را انجام می‌داد و از سوی دیگر درست مثل یک دریا سالار در تحلیل مسائل نظامی خوب بود. او نه در یاد گرفتن رژه رفتن مشکلی داشته، نه در مرتب کردن تخت خواب و نه در اعتنا نکردن به تشویق‌هایی که می‌شد. او یک سرباز فوق‌العاده خوب بود و به همین دلیل می‌خواستم که او را همیشه موفق ببینم. لالر بعد از آموزش اولیه‌اش به دسته F از گردان اول به فرماندهی جورج دی همان آدم فوق‌العاده منتقل شد. این اتفاق اواخر بهار گذشته بود. اوایل تابستان دسته ادی دستور حرکت گرفتند. در آخرین لحظه ادی نام لالر را از لیست نیروی دریایی حذف کرد. لالر پیش هم آمد تا درباره این موضوع صحبت کند. خیلی ناراحت و کمی عصبانی بود. دوبار مجبور شدم تا جلوی حرف زدنش را بگیرم. گفتم چرا اینا رو به من میگی؟ من که فرماندهت نیستم. شاید بتونید کاری بکنید. شما نمیخواید اسمم توی لیست باشه؟ گفتم هیچ کاری نمیتونم برات بکنم. تا حالا حتی یک کلمه هم با جورج دی صحبت نکردم. چه به نفع کسی و چه به ضررش. بعد لالر چیزی به هم گفت که حالتی عجیب، شاید ترس در وجودم ایجاد کرد. کمی روی میزم خم شد و گفت تحرک میخوام. میتونی بفهمی؟ حرکت میخوام. مجبور بودم از چشمانش فرار کنم. دقیقا نمیدانم چرا. دوباره صاف ایستاد. پرسید آیا زنش دوباره به هم تلفن زده یا نه. گفتم نزده. لالر با تلخی گفت ممکنه به کاپیتان ادی زنگ زده باشه. گفتم منم همینطور فکر میکنم. لالر با بیتوجهی سری تکان داد. بعد به هم سلام داد، عقب گرد کرد و از اتاق بیرون رفت. تماشایش میکردم. وزنش به نظر 50 پوند میرسید. شانه هایش به عقب متمایل بودند و اصلا شکم نداشت. قیافه‌اش اصلا بد به نظر نمی رسید. لالر دوباره منتقل شد به دسته ال از گردان دوم. در آگوست سرجوخه شد و خیلی زود در اکتبر سردوشی های گروهبانی زیبایش را گرفت. وادگینس فرماندهش بود. می گفت لالر توی دستش بهترین است. بعد در زمستان تقریبا زمانی که مأمور کنترل و هدایت مدرسه آموزش‌های نظامی پایه شدم، گردان دوم به دریا اعزام شد. تا چند روز بعد از رفتن لالر نتوانستم به خانم لالر تلفن کنم. نه تا زمانی که دستش رسما از کشور خارج شد. بعد با او تماس گرفتم. گریه نکرد. هرچند که صدایش خیلی پایین آمد. طوری که آن را به سختی می‌شنیدم. میخواستم چیزی بگویم تا صدای فوق‌العاده‌اش دوباره بلند شود و به حالت عادیش برگردد. فکر کردم بگویم که لالر یکی از بهترین و زبده‌ترین پسرهای ماست. اما او این را میدانست. همه این را میدانستم. در ضمن پسر نبود. تازه اصلا گفتن اینها کاملا مصنوعی به نظر میرسید. به حرفهای دیگری فکر کردم. اما آنها هم تمامشان مسخره بودند. می دانستم که نمی توانم صدایش را به حالت اول برگردانم. لااقل ندارم مکالمه کوتاه. اما می توانستم خوشحالش کنم. می دانستم که می توانم خوشحالش کنم. گفتم دنبال پیت می فرستم. اون می تونه به کشتی بره. پدر به ما سلام داد. اما ما بوسیدیمش و باهاش خداحافظی کردیم. خیلی خوب بود. واقعا خوب بود ماما. پیت برادرم است. او یک ناوبان دوم نیروی دریایی است. پایان.